به نام خدا. سلام عرض کنم خدمتتون، جونیور وای هستم از تیم دیکودر و شما دارید اپیزود دوم کورس ساخت دو بازی کانکت فور و اوتلو رو مشاهده میکنید. همونطور که مستحضر هستید، من توی قسمت قبل سعی کردم حداقل گرافیکی که ما برای این دو بازی نیاز داریم رو بهتون نشون بدم که به چه صورت هست و قوانین و قواعد این دو بازی رو هم بهتون بگم که دیگه کاملا در جریان کاری که ما میخوایم بکنیم قرار بگیرید. اما توی این اپیزود قرار هستش که یک سری از ابزارهای اولیه رو من به شما معرفی بکنم که خب قطعا برای یادگیری اینها نیاز داریم بریم سراغ یک سری از تعریف یک سری از مفاهیم اولیه، ولی چون میخوام همون اول کار یه دیدی بهتون بدم که ما قرار راجع به چی صحبت کنیم، اجازه بدید من یکی از همین بازی ها رو بهتون نشون بدم. مثلا همین اوتلو، خب زمانی که من یک جاوا اپلیکیشن میسازم و توش کار گرافیکی انجام میدم و رانو میزنم و منتظر یه خروجی هم، یه چنین پنجره‌ای به من نشون میده که توی این پنجره تمام ابزارهایی که من استفاده کردم، بهشون موقعیت دادم، حالا بهشون شکل دادم و از این بحثایی که حالا جلوتر خواهیم گفت به صورت تخصصی، همه رو داره بهمون نشون میده. مثلا این نوشته‌ای که شما می‌بینید اوتلو ترنشو، هر کدوم با یک ابزاری تحت عنوان لیبل داخل این پنجره گوشه شدن که حالا اینکه لیبل چی هست رو ما در جلسات بعد خواهیم گفت، ولی توی این اپیزود من هدفم گفتن این چند تا خونه که شما دارید اینجا میبینید، یعنی این جدول 8 در 8 و این دکمه استارت. ما به هر کدوم از این خونه ها میگیم یک باتن و اینا خب یه ابزارن. حالا بریم ببینیم که این باتن چی هست، کجا هست، ما چجوری میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، چه ویژگی هایی داره برای ما. قبل از اینکه بخوام اینو بهتون بگم، نیاز هستش که به سری مفاهیم اولیه آشنا بشیم که من تصمیم گرفتم از یک کتاب رفرنس استفاده بکنم برای توضیح این. ببینید اینجا همینطور که میبینید نوشته When Java was introduced, the GUI classes were bundled in a library known as the Abstract Windows Toolkit یا به اختصار AWT. بخوام به طور خودمونی بهتون بگم، میگن که زمانی که جاوا ارائه شد، کلاس های GUIش توی کتابخونه‌ای بود تحت عنوان Abstract Windows Toolkit یا همون AWT، ولی خب چون این کتابخونه کتابخونه اولیه بود و اون اوایل ساختن و قطعا بعضی روش کار میکردن، بهترش میکردن با پیشرفت علم و تکنولوژی، تا اینکه به یک کتابخونه رسیدن تحت عنوان Swing Components. حالا اینکه معنی کلمه کامپوننت چی هست و من در جلوتر خدمت تو خواهم گفت، فقط همینقدر فعلا از من بپذیرید که مثلا هر یک از این ابزارهای کامپوننت، مثلا این لیبل یک کامپوننت یا این باتن یک کامپوننت، اومدن یک کلاسی درست کردن تحت عنوان یک کتابخونه تعریف کردن تحت عنوان سوینگ کامپوننت و اون رو زیر مجموعه کتابخونه AWT قرار دادن که یوزر اینترفیس بهتری داشته باشه. چیش مثلا بهتر باشه؟ مثلا کامپوننت هاش عوض شدن با کامپوننت های سوینگ کامپوننت که خب قطعا گرافیکشون بهتر شد و خدمتتون عرض کنم که رابط کاربری بهتری پیدا کرد. اما همینجا حیفم یه نکته یا نگم، چون میدونم که خیلی از دوستانی که دارن حالا این کورس رو مشاهده میکنن و دنبال میکنن، هدفشون خیلی فراتر از فقط ساخته و ارائه این دوتا پروژه است و دوست دارن که به صورت حرفه‌ای ساخته پروژه های جواب به صورت گرافیکی رو یاد بگیرن. ببینید دوستان، کتابخونه سوینگ، جدیدترین کتابخونه که از طرف جواب دیگه از طرف خود جواب ارائه شده نیستش. این کتابی که ما الان داشتیم میخوندیم این بود، این کتاب ادیشن نهم مال سال 2013، اما ادیشن این کتاب جدیده که ما اومده و ادیشن دهمش هم مال سال 2015 رو اگر قسمت مقدمش رو ببینید، در قسمت پریفیس یا مقدمش نوشته که Replace Swing with JavaFX، یعنی اومدیم توی این کتاب دیگه به جای اینکه از سوینگ استفاده کنیم از یک فریمورک جدید تحت عنوان JavaFX استفاده کردیم. چرا حالا JavaFX رو ساختن؟ به این خاطر که یادگیریش راحت تره و خدمتتون عرض کنم گرافیک خیلی بهتری داره و به عقیده من امن ترم هست. حالا جلوتر خودتون برید متوجه میشید، مثلا سوینگ هر کدوم از این کامپوننت‌ها یه سری متدهایی داشت که واقعا اینا باگ داشت و مثلا با یه ذره یک طرف یکم بلد بود و میشناخت به صورت حرفه‌ای خوب میتونست اینها رو
هک بکنه و به برنامه نفوذ بکنه، اما جواب فیکس امنیت خیلی بالاتری داره. اما ما توی این کورس به وسیله همون سوینگ پیش میریم، چون هدف ما این هستش که فقط همون دو تا پروژه رو کامل بکنیم. خب هنوز ما به این باتنه نرسیدیم. این باتنه کجا هست؟ من قبل از اینکه بخوام بگم این باتن کجا، نیاز دارم یک مفهوم دیگه هم به شما توضیح بدم و اون مفهومی هست تحت عنوان جی فریم. جی فریم چی هست؟ ببینید، همونطور که شما از این خط اگر بخونید متوجه میشید که گفته که یه سری ساب کلاس های از کامپوننت ها رو که ما بهشون میگیم کامپوننت کلاسز اومدن ساختن واسه اینکه رابط کاربری بهتری داشته باشه. اسمشون هم حالا مثلا کلاس های مثل جی فریم، جی پنل و جی اپلیت، که حالا مثلا اینا برای چی ساخته شدن؟ به این خاطر که مثلا این کامپوننت ها که ما میخوایم استفاده بکنیم مثل لیبل و باتن و حالا تکس ویو و هر چیزی که هستش، این کامپوننت ها همشون اومدن به صورت گرافیکی توی این جی فریم به صورت یک آیکون تو قسمت سمت راست برنامه ما قرار میگیرن و ما با یه درگ اند دراپ اونو استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه لازم نیست وقتی میخوام یه دکمه رو توی برنامه‌مون داشته باشیم، حالا توی هر موقعیتی که خودمون دوست داریم، دو ساعت بریم کد نویسی بکنیم، اول دکمه رو تعریف کنیم، بعد سایز دکمه رو به صورت کد نویسی تعریف کنیم، بعد اون پوزیشنی که دکمه میخوایم روی صفحه‌مون داشته باشه رو تعریف کنیم. اومدن این ساب کلاس ها رو ساختن که ما دیگه وقت روی قسمت گرافیک کمتر بذاریم و بیشتر روی الگوریتم خود برنامه کار بکنیم. که خب ما از این کلاس جی فریم استفاده میکنیم. خب حالا دیگه میتونم بهتون مفهوم باتن رو بگم. یک سر میریم به سایت اوراکل. دوستان توجه داشته باشید این سایت فیلتره، من به وسیله فیلتر شکن وارد این سایت شدم. فیلتر هست که یعنی از اون طرف ما رو تحریم کردن، اونوری ما رو تحریم کردن، ما ها فیلتر نکردیم. همونطور که میبینید من به همونطور که به تو قول دادم میخوام به تو کامپوننت رو تعریف کنم. ببینید نوشته که A component is an object having a graphical representation، یعنی یک حالت ارائه گرافیکی داره. چیزهایی مثلا مثل باتنز یا همون دکمه ها، چک باکس ها و چیزهای متفاوت دیگه. هر ابزاری تقریبا میشه گفتش که یک کامپوننته. و خب این کتابخونه AWT کامپوننت هم زیر مجموعه کتابخونه لنگداد آبجکت هستش. جی فریم هم اگه بخوام بهتون نشون بدم، ببینید سند حرفای من اینجاست. ببینید همونطور که میبینید اینجا نوشته سوینگ جی فریم، این زیر مجموعه کتابخونه AWT فریمه. یعنی نیومدن AWT فریم رو کلا حذف کنن، نه، فقط اومدن یه زیر مجموعه‌ای براش درست کردن که خب توی این زیر مجموعه خدمتتون عرض کنم که شما راحت‌تر باشید، سطح گرافیکی خیلی بهتری داشته باشه. و همینطور که می‌بینید AWT فریم زیر مجموعه AWT ویندو، AWT ویندو زیر مجموعه AWT کانتینر هستش که و این هم زیر مجموعه AWT کامپوننت هستش. خب حالا میخوایم بریم سراغ جی باتن. ببینید این هر کدوم از این خونه ها یک جی باتنه، هر کدوم از این خونه ها یک کامپوننت تحت عنوان جی باتن، که خب جی باتن سوینگ زیر مجموعه سوینگ ابسترکت باتن هست و این هم زیر مجموعه سوینگ جی کامپوننت هست، این از زیر مجموعه AWT کانتینر هستش که مشاهده میکنید. و خب اینجا اومده باتن رو هم گفته که دقیقاً چی هستش، چی کار میکنه و خب ما حالا جلوتر خواهیم گفتش که باتن چه ویژگی‌هایی داره. یکی دیگر از حرفام که اینجا میتونم اثبات بکنم اینه که من گفتم سوینگ دیگه سیف نیست. ببین همینطور که میبینید جای وارنینگ داده، یه اخطار داده دقیقی قبل از یادگیری، این حواستون باشه دیگه سوینگ رو ما سیف نمیدونیم و برای اطلاعات بیشتر بیاید اینجا که خب اونجا دیگه افیکس رو معرفی میکنه. خب پس ما دیگه با جی باتن و جی فریم و کتابخونه سوینگ و کتابخونه AWT آشنا شدیم. حالا میخوایم بریم ببینیم که اینا کجا هستن و ما چجوری میتونیم از اینها استفاده کنیم. خب بذارید من این رو ببندم. نتمیز رو که باز کردید اومد بالا. ببینید مرحله به مرحله دارم خدمتون عرض کنم. میاد روی نیو پروژکت کلیک میکنید، این زمانی که شما میخواید یه پروژکت خیلی ساده بسازید، از توی کتگوری روی همون جاوا میذارید باشه، پروژکتش هم همون جاوا اپلیکیشن باشه، نیکس رو میزنید، یک اسمی براش انتخاب میکنید، مثلا من نویسم دیکودر
لر و فینیش رو میزنید، منتظر میمونید که این پروژکت رو براتون بسازه. تا اینجاش هیچ چیز جدیدی نبود، تا اینجا همش رو بلد بودید. خب منتظر میمونیم تا باز کنه پروژه رو برای ما. خب من این کامنت ها رو پاک میکنم که الکی صفحه شلوغ نباشه. خب تا اینجا همه چیز رو بلد بودی، چیز جدیدی من نگفتم. میای توی ستون سمت چپ، حالا من روی تگ پروژکتم، یه سری از دوستان ممکنه با تگ فایلز ارتباط برقرار کردن اون اوایل برنامه، از تگ فایل هم میشه ولی من از تگ پروژکت معمولا کار میکنم. روی تگ پروژکت میاین اسم پروژکتتون رو پیدا میکنیم، مثلا دیکودر لرن، من دیکودر لرن رو اینجا پیدا میکنم، روی سورس پکیج کلیک میکنم و روی دیکودر لرن پکیج راست کلیک میکنم، میام روی نیو. دقیقاً این زمانی که شما میخواد یک کلاسی رو توی پکیجتون ایمپورت بکنید، فقط با این تفاوت که من دیگه اینجا نمیام جاوا کلاس رو بزنم، چی رو میزنم؟ جی فریم فرام. این جی فریم همون ساب کلاسیه که من بهتون معرفیش کردم. حواستون باشه یه ساب کلاس دیگه حتی تو اون جی پنل، این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نکنید. ما با جی فریم کار داریم. روی جی فریم کلیک میکنید، یک نامی براش انتخاب میکنید، مثلا من مینویسم دیکودر فریم، دیکودر فریم. خب این از این فینیش رو میزنید و میسید که این ساب کلاس ساخته بشه. حالا که این ساب کلاس ساخته شد، خب همونطور که دارید مشاهده میکنید، دارید دیگه کم کم متوجه حرفایی که من توی چند دقیقه قبل زدم میشید. گفتم اومدن یه کلاسی رو درست کردن که یه ذره حالت گرافیکی داشته باشه، رابط کاوری بالایی داشته باشه که شما دیگه راحت باشید. اینا هاشش. ببینید سمت راستتون یه پلت وجود داره، اینجا میتونید اگه بی وقت بسته بود یا یه ستون دیگه اینجا وا بود، با کلیک روی پلت این ستون پلت برای شما ظاهر میشه. ببینید این لیبل هست، این باتن هست، رادیو باتن، توگل باتن، اینا تمام کامپوننت هایی هستن که توی کلاس سوین کامپوننت، توی کتابخونه سوین کامپوننت تعریف شدن. و دیگه من زمانی که میخوام باتن استفاده کنم، ببینید باتن رو با یه درگ اند دراپ میندازم روی پنلی که این قسمت دارم. ببینید هر جای صفحه که بخوام قرارش میدم، سایزش رو تعیین میکنم و اصلا هر چند تایی که بخوام ایجاد میکنم. خیلی راحت و دیگه لازم نیست من برای ایجاد اینا بیام شروع کنم به کد نویسی کردن. خب حالا من دیگه در آخرین برنامه هم بیام فقط این صفحه رو بهتون مواردی که لازم هست رو توضیح بدم و دیگه ادامهش رو بسپریم به اپیزود بعدی که زیاد نشه این حجم این اپیزود. ببینید اینجا شما یه قسمت سورس دارین، یه قسمت دیزاین. قسمت سورس، خب سورس کد این مباحث گرافیکی هست که شما دارید انجام میدید. ببینید من ستا دکمه‌ای که ساختم اینجا دیگه خود شما توی اینجا نوشته، تو کامنت نوشته variable declaration، یعنی اینجا میاد تعریف میکنه از کلاس جی باتن سوینگ، یک جی باتن یکی ساخت، یک جی باتن دو، یک جی باتن سه، این جی باتن یک، جی باتن دو، جی باتن سه. و حتی این رو هم بذارید بهتون نشون بدم که اسم کلاس شما چی بود، دیکودر فریم. این اکستند شده به کلاس javax.swing.jframe. خب من میگم به همون دیزاین یک سری نکات دیگه هم بهتون بگم و دیگه باقیشو بسیم برای جلسه بعد. ببینید شما اینجا یک آیکونی داره تحت عنوان پریویو دیزاین. موقعی که روی این کلیک میکنید، گرافیک برنامه رو فقط و فقط میگم گرافیکش رو بهتون نشون میده، یعنی هیچ الگوریتمی پشت اینا نیست، اینا فقط یک گرافیکه. گرافیک رو بهتون نشون میده که شما ببینید زمانی که برنامه رام بشه چه گرافیکی رو مشاهده میکنید. سمت اینجا پالت بود که خیلی مهم بود، گفتم شما میتونید تمامی کامپوننت هاتون رو اینجا انتخاب کنید بیارید این، و زمانی که یه کامپوننت رو میارید یه پروپرتیز اینجا باز میشه که خب تمامی ویژگی های این باتن رو شما میتونید از اینجا تغییر بدید. تا همین اندازه واسه این اپیزود کافیه، من باقیشو توی اپیزود بعدی خدمتتون عرض میکنم. ممنون که همراهمون هستید، حمایتمون میکنید. اگر من توپق میزنم وسط حرفام، منومن یه ذره میکنم، عذر میخوام، دفعه اولمه دارم کورس ضبط میکنم، یه مقدار بی تجربه هستم و خب منم که اصلا یه آموزنده آکادمیک نیستم، من یک تنها دانشجو هستم که خب مثل شما فقط دوست دارم شما رو راهنمایی بکنم.
اگه نظری دارید به آیدی @decoder_sup برای ما ارسال بکنید تا ما حتما به سوالات شما پاسخ بدیم. همتون رو خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم هر جا هستید موفق باشید. فعلا تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.